میسر شد. شرایطی که انقلابیون واقعی صاحبان اصلی انقلاب، اونهایی که رنج و شکنج مبارزه رو تحمل کرده بودند، همشون تا آخرین روزهای حکومت استبدادی شاه در زندان بودند و عملا عدم حضور اونا در بیرون یک فرصتی رو برای خمینی ایجاد کرد که بتونه سوار بشه بر جنبش انقلابی مردم، اون رو برو باید و از این غیبت استفاده بکنه و کار خودشو پیش ببره، به قول معروف همونطوری گفتم رهبری جنبش رو قصد بکنه. و آنچنان که دیدیم بعد از قصد این رهبری و سوار شدن به این حکومت که غاصبانه بود، حاکمیت دیکتاتوری مذهبی رو، دیکتاتوری ولایت فقیه رو، دیکتاتوری ولایت مطلق فقیه رو که خودش روش تأکید کرد، اون رو برقرار کرد. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم. پس نیروهای انقلابی و پیشتازهای واقعی جنبش چی کار باید میکردن؟ گوش کن. نظر مجاهدین خلق ایران در باره مبرمترین مسائل روست. انقلاب ما ناقص و ناتمام و رو به فور خواهد بود مگر اینکه یک، هیچ گونه تدبیر نظامی و سیاسی برای انقلابیون اصیل و جان در صف که از قدیم می‌جنگیدند به وجود نیاید. دو،